در استودیو همکارم مرتضی کاظمیان ما را همراهی میکنن. یک هفته بعد از اینکه در واقع حادثه متروپول اتفاق افتاده و این برج فرو ریخت، دولت رئیسی اعلام اعضای عمومی میکنه. داستان کل کشورم گفته که یک هیئت قضایی را امروز راهی آبادان میکنه. در مجموع اگر بخوایم به واکنش نهادهای حکومتی به این مسئله نگاه بکنیم، چطور باید ارزیابیشون کنیم؟ خب واقعا با یک تأخیری اینها دارن واکنش نشون میدن به یک فاجعه‌ای که گریبان ده ها خانواده رو در آبادان گرفته و البته افکار عمومی در ایران رو هم متاثر کرده. من اشاره کنم وقتی که خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با سه روز بیش از سه روز فاصله پیام تسلیت میده و واکنش نشون میده به این ماجرا، طبیعیه که دولت چه واکنشی نشون بده. و اشاره کنم که آقای خامنه‌ای در حالی با این فاصله واکنش نشون داد که در همین ماه گذشته وقتی که نادر طالبزاده یک مجری تلویزیونی، یک تهیه کننده حکومتی فوت شد، آقای خامنه‌ای کمتر از 24 ساعت پیام تسلیت داد. یا مادر تولیت حرم عبدالعظیم در همین اردیبهشت ماه فوت شد، آقای خامنه‌ای 24 ساعت بعد پیام تسلیت داد. یا خود ابراهیم رئیسی به عنوان نمونه همسر یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام فوت شد، پیام تسلیت داد. یا مادر یکی از فرماندهان سپاه فوت شد، پیام تسلیت داد. محسنی اژه رئیس قوه قضاییه همینطور اطلاعیه میده برای مادر یکی از فقهای شورای نگهبان، پیام تسلیت میده. این عملا این دست پیام تسلیت ها نشون میده که مقام های ارشد جمهوری اسلامی چطور نگاه میکنن به شهروندان. اونجایی که حتی این فاجعه گریبان ده ها خانواده رو گرفته، افکار عمومی متاثر شده، ناراحت شده، چون شهروند در نگاه رهبران جمهوری اسلامی، در نگاه حاکمیت جمهوری اسلامی صاحب حق نیستش، یک رعیته و فقط اونجایی که بتونن بقای خودشون رو تضمین کنن بهش بها میدن، طبیعتا یک چنین واکنش دیری نشون میدن. یعنی بعد از یک هفته تازه دولت میاد اعلام اعضای عمومی میکنه، یک نوار سیاهی در گوشه صدا و سیمای جمهوری اسلامی نصب میشه. حتی برخورد صدا و سیمای ایران هم با این ماجرا عملا پرده برداری میکنه از همون نگاه حکومت، اینکه شهروندان چقدر حق دارن در جمهوری اسلامی و چقدر حاکمیت با اونها احساس همبستگی و همدلی و همبستگی میکنه. خب طبیعتا این واکنش های دیرهنگام فقط یک تلاشی است برای اینکه به نوعی آرام کنن افکار عمومی رو و بگن ما داریم واکنش نشون میدیم. ولی خب باید منتظر بود از جمله در حوزه قضایی آیا واقعا اراده وجود داره برای اینکه پا بذاره به حوزه هایی که همه مقام های زینفوذ جمهوری اسلامی بودن، از دبیر شورای عالی امنیت ملی شمخانی گرفته تا فرماندهان ارشد سپاه که در اون منطقه هستن و حتی معاون خود رئیسی آقای مخبری، اینا کسانی که درگیر این پرونده بودن به نوعی در آبادان که طبیعتا قابل پیش بینه که محال پای اینها به قوه قضاییه و دادگاه و مؤاخذه باز بشه. اما واکنش امنیتیشون به سوگواری مردم در واقع بسیار به سرعت انجام شد، در کنار اینکه در خیلی از شهرهای خوزستان ما شاهد این هستیم که همچنان اینترنت هم دچار اختلال هست. چه وضعیتی داره شهر در حال حاضر؟ این عملا در ادامه همین توضیحات و تکمیل کنم، من همین باز هم پرده برداری میکنه از اون نگاه امنیتی، چون یک شکافی وجود داره بین ساختار قدرت و جامعه، یک شکافی بین جامعه مدنی و حکومت در ایران. طبیعتا حکومت به شهروند به عنوان یک پدیده امنیتی نگاه میکنه، به هر اتفاقی از زاویه امنیتی نگاه میکنه و البته قابل پیشبینی شهروندان براشفته خشمگین از این نحوه حکمرانی، از این مدیریت رخ داد از جمله در این فاجعه، اونها هم براشفته باشن و معترض باشن. اما بلافاصله همچنان که اشاره کردی اینترنت دچار اختلال میشه، نیروهای ویژه گسیل میشن به منطقه و به جای ابراز همدلی، به جای تلاش برای اینکه حتی اگر پرخاشی هم صورت میگیره مجال بروز ظهور پیدا کنه، اینها سانسور میشن، اخبارش در رسانه ملی بازنشر نمیشه، در رسانه که عنوانش رسانه ملیه و حتی استاندار خوزستان میگه همه چیز آرامه، آرامش وجود داره. عملا حکومت با نگاه امنیتی میره سراغ یک پدیده اجتماعی و چنان که در خبرها داریم حتی معترضان رو بازداشت میکنه، تلاش میکنه دوباره با ارعاب، با تهدید سرپوش بذاره برای یک اتفاقی که بحران اجتماعی بوده اما ریشه های سیاسی داره در حاکمیت و گره خورده با اون فساد و خیانتی که در حاکمیت جمهوری اسلامی متاسفانه نهادینه شده. از توضیح شما سپاسگزارم. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ما هم